نوشته هستم از سری برنامه های پرژن اوارز جوایز پارسی. امروز میخوام براتون در مورد صنعت چاپ صحبت کنم. اینکه چجوری، کجا، اولین بار در ایران این صنعت اختراع شد. البته مخترع چاپ آقایی به نام یوهانس گوتنبرگ هستش که قبل از اون هم در چین ابداع شده بود. این مخترع به دلیل اینکه سرعت و دقت زیادی در چاپ کلمه ها داشت بسیار شناخته شده بود، ولی خب هزینه چاپ بسیار زیاد بود، بنابراین فقط ثروتمندا میتونستن از این چاپ بهره ببرن. بعد از 20 سال از اختراعی که انجام داد در فلورانس و ونیز و پاریس هم صنعت چاپ به وجود اومد و بعد از 30 سال هم چاپ سنگی یا همون لیتوگرافی اختراع شد. اولین صنعت چاپ در ایران برمیگرده به زمان صفویان و کشیش‌های ارامنه که اینها در جلفای اصفهان اولین صنعت چاپ رو اختراع کردند. زمان ولایت عهدی عباس میرزا چاپ بسیار رشد چشمگیری در ایران داشت. نایب السلطنه‌اش به دلیل استقرار حکومتش در تبریز و تماس زیادی که با عثمانی ها داشت بسیار این صنعت چاپ رو بیشتر و بیشتر رواج داد. عباس میرزا بنای نخستین چاپخانه ایران رو به زبان فارسی بنا کرد و چاپ کتاب ها رو شروع کرد، برای اینکه میخواست به اون لشکری که شکست خورده بودن از طریق روزنامه، کتاب و کلمه حرفای جدیدی بزنه. صنعت چاپ تصویری در دوره محمد شاه به وجود اومد که اولین کتاب تصویری کتاب لیلی و مجنون هست. بعد از اون دیوان فضولی بغدادی در سال 1264 با 20 تا عکس چاپ شد، یعنی دقیقا فقط 20 تا تصویر داشت. روز 11 شهریور رو روز ملی صنعت چاپ میدونن برای گرامی داشت بزرگان و هنرمندهایی که در این راه قدمهای بسیار بسیار بلندی برداشتن و الان کتاب‌های متفاوتی در رنگ‌ها، در صفحات و در عکس‌ها و طرح‌های متفاوت چاپ میشه. ما خیلی خیلی مدیون اونهایی هستیم که کلمه و کتاب و روزنامه رو برای نسل ما به هدیه گذاشتن.